دوستان سلام، امروز یه ویدیوی جدید براتون دارم در مورد جیوه و شاغول‌های جیوه‌ای که دو نمونه مهم رو براتون امروز آوردم. این نمونه شاغول جیوه‌ای هست که زمان گذشته ازش استفاده می‌شده. بعضی از دعانویس ها و بعضی عالمان مثل ابو علی سینا که شاغولش معروف هست از این کار استفاده می کردند برای پیدا کردن بیماری ها، پیدا کردن گنج، پیدا کردن آب و هر مورد دیگه. چرا؟ چون این همه کاره بوده. اینکه چطور کار می کرده، یه نخی به این شاغول بسته می شد و این شاغول حرکت میکرد و با حرکتش صحبت میکرد، منتها این صحبتش نه اینکه به زبان آدمیزاد صحبت کنه. اون شخصی که صاحب اون شاغول بود اونقدر با این شاغول کار میکرد تا یک ارتباط خونی خون شخص و اون جیوه یا همون شاغول پدیدار میشد که زمانی که مثلا خود شخص بله یا خیر براش میده، سوال به صورت بله خیر بود یعنی جوابش، و شخص میپرسید که مثلا آیا اسم من علی هست و این شاغول رو براش تعیین کرد، اگر بله هست به این سمت بیا، اگر خیر هست به اون سمت، و انواع اقسام سوالات رو اینطور ازش میپرسیدن. بو علی سینا برای بیماری ها استفاده میکرده که مطالبی رو می نوشته و این زمانی که حرکت می کرده به سمت اون نوشته ها هر کدوم می رفته می گفته از این کاره، و رمال ها یا دعانویس ها برای پیدا کردن دزد ها استفاده می کردن که این رو می گذاشتن و این تکان می خورد، به هر سمتی که می رفت به همون سمت می رفتن، اگر جهتش عوض می شد باز به همون جهت تا زمانی که به مقصد و مکان اموال یا دوزها میرسن. اما یه نوع شاغول جدید هم هست که به عنوان فلزیاب معروف شده، هم میشه به عنوان شاغول استفاده کرد هم به عنوان فلزیاب. اینها فلزیاب های خوراکی هستن یا جیوه ای هم بهشون میگن. دوستان اینها، این قسمتش باز میشه که البته من خیلی وقت اینو استفاده نکردم و این قسمت پایین باید باز کنید. اگر خوراک نقره بهش، مثل این سکه نقره قدیمی هست یا ارزم خدمتش، هیچی بهش ندید دنبال حفره میگرده. اینکه این کار علمی هست یا نه، بعضی از عالمان قبولش کردن ولی رابطه مستقیم علمی نداره. اما کسی مثل انیشتین هم این رو رد نکرده، این کار رو. چرا؟ به این اسم دیگه ای که این وسیله داره دازینگ هست. زمان گذشته با چوب میساختن، بعدن برنجیاش معروف شده و الان هم که دیگه همه مدل میسازن به عنوان فلزیاب. خود بنده تا حالا هیچ موفقیتی با این کسب نکردم در پیدا، چرا که اساتید مخلص فضای مجازی عنوان میکنن که شما مدت زیادی باید با اینها کار کنید و فقط هم یک نفر اگه دست دوم بشه، شخص دومو بهش جواب نمیده، فقط برای یک بار اون دستگاه با یه نفر مچ میشه و ارتباط خونی برقرار میکنه، و اگر این رو مستقیم نگه داره و اگر فلزی باشه به سمت اون فلز اشاره میکنه و حفره ها رو میشه پیدا کرد، دیوارها رو میشه پیدا کرد. عرضم خدمت شما. و این کاربردی هست که شاغول و این دازینگ میتونه داشته باشه. به شخصه من خودم با این هیچ موفقیتی نداشتم و 12 میلیون تومان پول هم به این وسیله دادم، اما این دلیل نمیشه که من بگم این کار کلاهبرداری است. چرا که در علم رمالی و صوفی ها اعتقاد دارن، و دعانویس ها اعتقاد دارن که خود دعا زیاد مهم نیست، یعنی مهم هست اما از اون مهمتر چی هست؟ نفس استاد، نفس اون دعانویسه که تأثیر خودش رو میذاره. پس اگر کسی میخواد
دعانویس باشه و بگه دعانویسی رو من هم میتونم انجام بدم، یا من صوفی میتونم باشم و پیش بینی کنم با اجنه ارتباط داشته باشم، اینها اشخاص خاصی باید باشن. مثل هندی ها که بعضیشون مرتاض هستن، باید یک دوره هایی رو بگذرونن، یه سختی هایی رو بگذرونن و یه کارهایی رو انجام بدن تا اینکه اینها بتونن کارهای خارق العاده و کارهای خاصی رو انجام بدن. به هر حال این هم خودش یه رشته است. اگر دوست داشتید ما رو لایک کردید، پیام بدید، سابسکرایب شدید و عضو ما، عضو کانال ما شدید، درخواستتون رو بنویسید که در چه موردی شما میخواهید من، چون این مورد هم گسترده است، براتون مطلب بذارم. و اگر سوال خاصی هم داشتید خدمت شما هستم. پس اسم این وسیله دازینگ هست. اینکه مبنای علمی داره یا نه، مبنای علمی نداره، یک مبنای متافیزیک داره و خود شخص در پیدا کردن جیوه مهمه. اگر یه سرچ ساده بکنید، خیلی از افراد حتی خارجی ها با این، مثلا در فرانسه در یک زمانی خیانتکار رو پیدا کردن، دوز رو پیدا کردن، آب رو دنبالش میگردن و در ایران ما هم سابقه داشته زمان ابوعلی سینا و قبلتر. خب تا ویدئوی دیگه و اطلاعات مفید دیگه‌ای که انشالله بتونم براتون آماده کنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.